خب اگر شما سال هاست که دچار جی ای دی هستید و جنرال انگزایتی دیزوردر دارید و الان میگید دارو درمانی دارید میکنید و هنوز این مسئله در شما مرتفع نشده، باید به دو نکته توجه کنید. نکته اول اینه که در هنگامی که فردی دچار جی ای دی میشه، جنرال انگزایتی دیزوردر یا استراب اختلال استراب منتشره رو در واقع درش تشخیص میدن، روند درمان به دو بخش تقسیم میشه، چنانچه این اختلال درش جنبه کرونیک یا جنبه مزمن داشته باشه، یعنی سالهای متمادی باشه که به این اختلال دچار شده باشه و در این حال درمان هم موفق نبوده باشه، عموماً از تلفیق دارو درمانی و روان درمانی استفاده میکنن تا منجر به حل این اختلال بشه. به واسطه اینکه این اختلال هم میتونه ریشه های بیولوژیک داشته باشه و هم میتونه ریشه های روانشناختی داشته باشه. در نتیجه برای اینکه این درمان به شکل درست انجام بشه، حتما باید از روان درمانی در کنار دارو درمانی استفاده بکنید. نکته بعدی که باید یادتون باشه اینه که هنگامی که دارو تجویز میشه، عموماً یک بازه 12 هفته‌ای از مصرف دارو باید بگذره تا ما نتیجه لازم رو بگیریم و ما بتونیم به اون ثبات در بیمار برسیم. برای اینکه بخوایم دارو رو تغییر بدیم، چون هر متخصصی میتونه با توجه به نگاه خودش از بین داروهایی که برای این اختلال وجود داره با توجه به شرایط بیمار یک دسته خاص رو استفاده بکنه، که همه این داروها میتونن تاییدیه لازم رو برای درمان داشته باشن و این تنوع دارویی باعث میشه که متخصص با توجه به شرایط تصمیم بگیره کدوم یکی برای فرد میتونه مناسب تر باشه، که عموما متخصصین هم شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هم شرایط خود بیماری رو در نظر میگیرن و با توجه به اون یکی از این داروهایی رو که باید تجویز بشه رو استفاده میکنن. عموما باید 12 هفته همونطور که خدمتتون عرض کردم بگذره تا ما بتونیم تصمیم بگیریم که آیا این اختلال در فرد در حال حل شدن هست بعد از دارو درمانی و روان درمانی یا نه. اما اگر قرار باشه که بخوایم دارو رو تغییر بدیم، غالبا هر نوع دارویی که برای این اختلال تجویز بشه، یعنی از دست داروهایی که برای این اختلال وجود داره هر کدوم رو انتخاب کنن، عموما توصیه در سایکوفارماکولوژی اینه که یک بازه 4 تا 6 هفته باید بگذره و دارو نباید تغییر کنه. یعنی میتونه 4 تا 6 هفته طول بکشه تا اثرات مثبت درمان به وسیله دارو درمانی ایجاد بشه. پس اگر دارویی برای شما داره تجویز میشه و این دارو به ظاهر آثار درمانی رو ایجاد نکرده، اگر زیر 6 هفته هست کماکان نباید اون دارو تغییر کنه، باید صبر بشه، چون در بسیاری از موارد میتونه بعد از اتمام 4 تا 6 هفته اثرات درمانی شکل بگیره. بعد از 6 هفته اگر اثرات درمانی ایجاد نشده بود، اون موقع اون متخصص میتونه تصمیم به تغییر دارو، خانواده دارو، شاخه دارو و در واقع یا در بعضی از موارد دوز دارو رو داشته باشه. توصیه من به شما اینه که حتما دارو درمانیتون رو همراه با روان درمانی زیر نظر یک متخصص انجام بدین، به واسطه اینکه تحقیقات نشون داده که جنرال انگزایتی دیزوردر یا اختلال استراب منتشره عموما توامان ریشه های روانشناختی و بیولوژیک رو با هم داره و بهترین رویکرد درمانی اینه که روان درمانی و دارو درمانی با هم اجرا بشه.